جمالی ظاهری و باطنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند البته الله سبحانه و تعالی زیبا است و زیباگر را دوست می دارد. حدیث با روایت امام مسلم. و جمال دو نوع است، یکم جمال ظاهری، دوم جمال باطنی. و جمال ظاهری این زینت است که الله سبحانه و تعالی آن را خاص بعضی صورت ها از بعضی دیگر گردانده است. همچنان که الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود در آفرینش هر چی خواهد زیاده میکند و درستی که الله سبحانه و تعالی به هر چیز توانا است. سوره فاطر آیه 1. و قلب انسان چوبخانه بر محبت جمال ظاهری است و این نعمت است از طرف پروردگار که به آن شکر کردن بر ما واجب است. و اما جمال باطنی این جمال علم و عقل است و این سعی کوشش و شجاعت و عفت پاکی است. آن جای نظر پروردگار، جای محبت او است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه الله سبحانه و تعالی به صورتها و مالهای شما نظر نمی کند، ولیکن الله سبحانه و تعالی به عملهایتان و قلبهایتان نظر میکند. البته زیباگی باطنی بهتر از زیباگی ظاهری است، زیرا قلبها از تعظیم صاحبش و محبت و میل به آن جدا نمی شود. زیباگی باطنی صورت ظاهری انسان را زینت می دهد، اگر چند جمال زیبایی نداشته باشد، زیرا صاحبش را جمال و عظمت و وحشت و حلاوت می پوشاند به قدر آن صفت هایی که روحش آن را کسب کرده است. پس البته شخص مؤمن به قدر ایمانش وحشت و حلاوت داده می شود. در این موضوع ابن قیم رحمه الله چی خوش گفته است: اگر زیباگی باطن جلو دهد بدی ظاهری را می پوشاند و اگر بدی باطنی جلو دهد زیباگی ظاهر را می پوشاند.